موتور تیو. موتور تیو یک موتور 4 سیلندر ردیفی با میل سوپاپ اوورهد است. میل سوپاپ این موتور توسط یک تسمه دندانه‌دار به حرکت در می آید. گیربوکس به صورت عرضی به انتهای موتور متصل می شود. این موتور در چند مدل مختلف عرضه می شود. پلاک شناسایی موتور در سمت کلاچ قرار گرفته است. اکنون نحوه پیاده کردن سرسیلند را مورد بررسی قرار می دهیم. اول قابهای تسمه تایم را باز کنید تا بتوانید تسمه را خارج کنید. پین‌های متوقف کننده فلای ویل و دنده تایمینگ را در سوراخ‌های مربوطه قرار دهید. تسمه سفت کن را شل و تسمه را آزاد کنید. تسمه را بدون تا کردن خارج کنید. درب سوپاپ را بردارید گردان را بیرون بیاورید. قسمت‌های ساخته شده از فولاد مخصوص آسیب نبینند. سیلند را باز کنید. خارج کنید. واشر سرسیلند را تعویض کنید. برای نصب واشر سرسیلند تنها یک حالت صحیح وجود دارد. سرسیلند را مجدداً سوار کنید. تاور 20 نیوتن متر سفت کنید. برای سفت کردن نهایی پیچ ها از گیج زاویه سنج استفاده کنید و پیچ ها را به میزان 240 درجه سفت کنید. با این کار پس از گرم شدن موتور سفت کردن مجدد پیچ ها دیگر لازم نیست. حال به بررسی نحوه نصب مجدد تسمه تایم و سفت کردن آن با استفاده از وزنه بالانس می پردازیم. تسمه را جا بیاندازید به طوری که علامت فلش روی تسمه با جهت گردش موتور همسو باشد. قفل کننده را خارج کنید. را نصب نمایید و تسمه سفت کن را شل کنید تا بتوانید تسمه را به صورت مقدماتی سفت کنید. اجازه بدهید وزنه عمل کند، سپس تسمه سفت کن را موقتاً سفت کنید. میل لنگ را بچرخانید تا میل سوپاپ یک دور در جهت عقربه‌های ساعت بچرخد و مجدداً پین متوقف کننده فلای ویل را نصب کنید. را شل کنید. دهید تا وزنه بالانس حرکت کند. سوپاپ هم باید بچرخد به طوری که پین متوقف کننده دیگر قابل نصب نباشد. تسب سفت کن را مجدداً سفت کنید. پین متوقف کننده را از فلای ویل خارج کنید. یک دور دیگر بچرخانید تا به نقطه‌ای برسد که پین بدون بازگشت به عقب در فلای ویل قابل نصب باشد.
را برای تنظیم نهایی میزان کشش شل کنید. پیچ پولی را به میزان 20 نیوتن متر سفت کنید. یه نحوه تنظیم کشش تسمه با استفاده از دستگاه سیم سیترونیک 87 میپردازیم. این کیت شامل گیج مخصوص، کالیبراسیون، عملکرد، پیچ می باشد که با حروف S, P, T مشخص شدند و هر یک برای نوع خاصی از تسمه ها به کار می روند. که از همه بلندتر است برای تسمه هایی با دندانه های عرضی به کار می روند. پیچ پی که طول آن متوسط است برای تسمه هایی به کار می رود که دندانه های طولی دارند. که از همه کوتاه‌تر است برای تسمه های فاقد دندانه به کار می رود. کیت حاوی یک تیغه کالیبراسیون است که برای تنظیم دستگاه قبل از استفاده به کار می رود. برای کالیبراسیون دستگاه آن را به یک باتری متصل کنید و تیغه کالیبراسیون را در درون گیج قرار دهید. بپیچانید به طوری که بدون اعمال فشار تا جایی که می شود به داخل برود. نمایشگر نشان می دهد یادداشت کنید. عدد 36 دانید و عملیات را تکرار کنید و عدد دوم را یادداشت کنید. عدد 16 عدد به دست آمده را با هم جمع کنید. در مثال ما عدد 52 به دست می آید. مقدار به دست آمده را با عددی که بر روی تیغه حک شده مقایسه کنید. اگر اختلاف دو مقدار بیشتر از 4 باشد، دستگاه باید تعمیر شود. دو امکان وجود دارد. امکان اول بر روی تیغه 54 است و حاصل جمع مقادیر به دست آمده 52 می باشد. مقدار منفی 2 می باشد. برای به دست آوردن میزان خطا، این مقدار را بر 2 تقسیم می کنیم و عدد منفی 1 به دست می آید. حال میزان خطا را با مقدار فرضی که 38 می باشد جمع می کنیم. به علاوه منفی 1 مساوی است با 37 و بدین ترتیب عدد 37 به دست می آید که میزان خطا در آن لحاظ شده است. امکان دوم، عدد حک شده بر روی تیغه 54 است و حاصل جمع مقادیر به دست آمده 58 می باشد. مقدار مثبت 4 است. برای به دست آوردن میزان خطا، این مقدار را بر 2 تقسیم می کنیم و عدد مثبت 2 به دست می آید. حال میزان خطا را با مقدار فرضی که 38 می باشد جمع می کنیم. به علاوه مثبت 2 مساوی است با 40 و بدین ترتیب عدد 40 به دست می آید که میزان خطا در آن لحاظ شده است. کن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا تسمه موقتاً سفت شود. پین‌های متوقف کننده را خارج کنید و میل سوپاپ را یک دور یا میل لنگ را دو دور بدون بازگشت به عقب در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. پین متوقف کننده فلای ویل را مجدداً نصب کنید. گاه را روی تسمه سوار کنید. سفت کن را شل کنید و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نمایشگر عددی را نشان دهد که برابر با حاصل جمع مقدار فرضی و میزان خطا باشد. پولی تسمه سفت کن را به میزان 20 نیوتن متر سفت کنید. جدا کنید.
پین متوقف کننده را از فلای ویل خارج کنید. بدون بازگشت به عقب یک دور بچرخانید. فلای ویل را مجدداً نصب کنید. اکنون دستگاه را دوباره نصب کنید و اندازه‌گیری را تکرار کنید. آماده باید بین 42 و 52 باشد. در غیر این صورت باید عملیات را مجدداً از آغاز تکرار نمایید. پین متوقف کننده را از فلای ویل خارج کنید و دینام و درپوش‌های سیستم تایمینگ را نصب کنید. امیدوارم که این فیلم برای دوستان مفید بوده باشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.